این ساختمان روبه ویرانی واقع در کوچه ناهید ابتدای بلوار آفریقا کاخ سنگی یا بهتر بگوییم کاخ ثابت پاسال است که زمانی گرانترین و بزرگترین خانه تهران بود. گفته می شود کاخ ثابت پاسال از کاخ لو تریانون از مجموعه کاخهای ورسای فرانسه نمونه برداری شده بود. آرایه داخلی بنا را همان هنرمندی طراحی کرده بود که مسئول تدارکات چادرهای سلطنتی تخت جمشید بود. حالا شهرداری تهران اجازه ساخت یک برج نه را به جای این کاخ داده است. سازمان میراث فرهنگی معترض است و میگوید ویرانی این خانه بدون مجوز است و ما پیگیری میکنیم این خانه پس از انقلاب مصادره شد حبیب الله ثابت پاسال مالک پیشین این خانه در سال 1335 نخستین فرستنده تلویزیونی ایران را نخست در آبادان و سپس در تهران را اندازی کرده بود صادق خلخالی از یاران نزدیک آیت الله خمینی و حاکم شرع پیشین در خاطراتش می نویسد این خانه را به زندانی برای بازجویی و نگهداری زندانیان تبدیل کرده بود. این خانه به دلیل ارزش بالای ملک هیچگاه در فهرست سازمان میراث فرهنگی تهران قرار نگرفت. همسایگان خانه ثابت پاسال از عدم رسیدگی ساکنان کنونی این خانه در دو سال اخیر و خوش کردن درختان آن از جمله کاجهای کهنسالش با ریختن گازوئیل به پای درختان سخن گفتند. کارشناسان میراث فرهنگی با انتقاد از ویرانی این بنا میگویند این کاخ میتوانست از زندان و خانه امن نیروهای امنیتی به یکی از مراکز فرهنگی تغییر کاربری دهد. بهمن سقایی صدای آمریکا